سلام دوستان، خب تو این جلسه ما میخواییم اولین گزارشمون رو از طریق پاور بی آی تهیه کنیم و میخواییم به یه چنین گزارشی برسیم. تو جلسه قبل ما دیتا هامون رو فراخوانی کردیم. اگر بخواییم دیتا هامون رو تغییری بدیم یا نگاه بکنیم، کافیه تو قسمت راست از قسمت ریپورت به نمای دیتا بریم و اینجا با سلکت بودن این تیبلمون، تیبلمون باید سلکت باشه، دیتا هامون رو مشاهده کنیم. خب ولی با اینجا الان فعلا کاری نداریم، تو قسمت ریپورت هستش که میخواییم اولین گزارشمون رو تهیه بکنیم. وقتی که ما میخواییم گزارش تهیه بکنیم، باید اول ببینیم داده هامون چه شکلی هن که تو جلسه قبل یه مقدار مشاهده کردیم. حالا اینجا میبینیم که مثلا من نام مشتری رو دارم، بخش مشتری ها رو دارم، یعنی بخش بندی شدن بازار من، تخفیف هامونو دارم، زمان، تاریخ سفارش، سفارش آیدی یا شناسه سفارش همون دارم، اندازه پکیجمو دارم، هزینه هامو رو دارم، یعنی قیمت سفارشم، یعنی کالایی که خریدی که انجام شده، اوردر من، قیمت کلش، اولویتش، طبقه محصولات، نام محصول، پکیج پروداکت من یا محصول من که واسه بسته‌بندی هست، بخش بندی کردم محصولاتم رو تو اونجا دارم، استانهایی که سفارش گرفته شده مشتری تو اونجا بوده، اندازه سفارش کلن یک سفارش چه اندازه‌ای داشته، چه تعداد سفارش داشته، تاریخ ارسال، هزینه های حمل و نقل و نوع حمل و نقل و یونیت پرایس من که یعنی قیمت به هر یک واحد محصول. خب این داده هام هستن. حالا من چه گزارشی میخوام تهیه بکنم؟ ببینید گفتم به چه کسی میخوایم ما گزارش بدیم، چرا این گزارش رو میخوایم بدیم، دنبال این هستیم که آیا ببینیم چه اتفاقی افتاده یا اینکه میخوایم به یک خطایی رو پیدا بکنیم، یک باگی رو پیدا بکنیم، یک در واقع کاستی رو پیدا بکنیم یا یک بهبودی رو پیدا بکنیم، ببینیم چرا بهبود رخ داده. خیلی چیزهای مختلفی بستگی داره که من چه گزارشی رو تهیه بکنم. گزارش کلی هست که میخوام به هیئت مدیره بدم یا فقط به مدیریت بدم و اینجور مسائل. خب چیکار باید بکنم؟ ببینین یک روش مثلا گام به گام نداره این که من بخوام گزارش تهیه بکنم و میبینیم که حالتهای مختلفی داره، همینطور که گفتم دادام چجوریه، به چه کسی میخوام گزارش بدم، چرا میخوام این گزارش رو بدم، به دنبال چی هستم، همه اینا رو باید در نظر بگیرم و بعد میام واسه خودم یه چکلیست از سوالات رو ایجاد میکنم که مثلا من الان میخوام یه چنین چیزی رو گزارش بدم، چه مواردی مفید هست، به چه شکل مفید هست ارائه بدم، آیا بر اساس روند تاریخ باید ارائه بدم، آیا این که تو کجا فروش داشتم مهمه، چه تعداد فروش داشتم مهمه یا اینکه چه قیمت فروختم مهمه، همه اینا رو باید لیست بکنم. ما اینجا قصدمون این نیستش که این موضوع رو الان با هم دیگه بررسی بکنیم، ما کارمون الان اینجا فقط پاور بی آی هست، ولی خب باید این مسائل رو در نظر بگیریم. الان واسه این گزارش که اینجا گذاشتم، من اومدم فقط کوانتیتی رو بررسی کردم، ناگهان نوشتم تعداد فروش، گزارش تعداد فروش ها، مقدار فروش ها، یعنی کمیت فروشم رو در نظر گرفتم. چرا اومدم این کارو کردم؟ به خاطر اینکه من الان پرایس رو اینجا دارم، اما تخفیف اینجا در نظر گرفته شده، هزینه حمل و نقل وجود داره، من مقدار فروش نهاییم رو ندارم و یه سری عملیات انجام بدم تا به اون برسم. اما چیزی که خیلی اینجا مثلا میتونم الان باش کار بکنم کوانتیتی هستش. من میخوام ببینم الان تعداد فروش هام به چه شکل بوده. خب جالبه واسم بدونم که توی یک تاریخ، توی یک روند تاریخی مثلا سال به سال یا ماه به ماه یا روز به روز به چه تعدادی فروختم. مثلا 2011 چرا اینقدر کم شده باز دوباره 2012 اومده بالا. این رو میتونم از طریق روند بفهمم که تغییر داشتم یا نداشتم و اگر تغییر داشتم به چه شکل بوده و اینکه کجاها بیشترین فروشم رو داشتم. خب این کجاها، یکی اینکه از لحاظ مکان هستش و اینکه تو چه بخشی از بازار من فروشم رو داشتم، مثلا شرکتی بودن یا مثلا آفیس های کوچیک بودن، بیشتر کاستومر های معمولی بودن یا کسب و کارهای کوچک بودن و اینکه مثلا چه نوع محصولاتی رو بیشتر فروختم، بیشتر محصولات آفیس بوده، تکنولوژی بوده یا مثلا اساسیه آفیس، اصولا فکر میکنم اساسیه آفیس بوده که فروختم. خب
قبل از هر چیزی وقتی دارین گزارش تهیه میکنین، مهمتر از همه عنوان گزارش هست و بعد اطلاعات شرکتیتون هستش. توی گزارشاتون اصولا باید این دوتا مورد رو ایجاد بکنین. حالا میتونین تیتر بندی بکنین، قشنگش بکنین. من اینجا به صورت مثلا عادی آوردم که مثلا فقط اسم گزارشم هست، لوگو هست و نام مثلا آدرس سایتمون هستش که میخواییم این رو انجامه. ولی خیلی قشنگتر میتونیم بکنیم. حتی میتونیم اینجا یه کادر داشته باشین از اساس همین تکست باکس هایی که هستش و غیره. خب من میخوام این کار رو انجام بدم. اولین چیزی که هستش تکست باکس میندازم که عنوان گزارشم رو داشته باشم. فقط کافیه رو تکست باکس بزنم. ببینیم پیج یکم اینجا در نظر بگیرین. حالا من این رو نامش رو تغییر میدم، به جای اینکه پیج یک بذارم اسمش رو به کوانتیتی ریپورت تغییر میدم که بدونم چه ریپورت هایی دارم، چون میتونم انواع اقسام ریپورت ها رو بگم. مثلا یکی واسه فروش میخوام داشته باشم، یکی شاید خود فروش و کوانتیتی رو با هم دیگه در نظر بخوام بگیرم. بخش های مختلفی میتونم گزارش های مختلفی تهیه بکنم. خب این اسم پیج من. بعد حالا تو این تکست باکسی که درست کرده بودیم، این تکست باکسمون اینجا افتاده. این صفحه اندازه یه دونه A4 هست برای مثلا PDFی که میخوایم بگیریم و اینجا مینویسم مثلا Sales Quantity Report. خب الان میبینیم خیلی کوچیک هسته. چطور میتونم این رو تغییر بدم؟ ببینید اینا همینجا که دارم نگاه میکنم میتونم فونت سایزش رو تغییر بدم، مثلا به 18 بکنم، بزرگش بکنم، رنگش هم مثلا میتونم تغییر بدم به آبی پررنگ که قشنگ میشه. و اینجا خب میتونم نکنید تایتل واسهش آف هستش. اگه تایتل رو آن کنم میتونم بالاش یه تایتلی رو بنویسم که اینجا تایتل داشته باشه و که حالا آف باشه. اینجا میتونم بکگراندش رو تغییر بدم و چیزهای مختلف، بوردر واسهش بذارم. مثلا اگه بوردر بذارم اینو بزرگش بکنم مثل یک سرتیتر میشه واسه کل مثلا اون فایل ما. خب این رو حالا کوچیک میکنم در همین حد. شما هر تغییر دیگه‌ای که خواستین واسه زیبایی میتونین انجام بدین. بعد کاری که میخوام بکنم لوگو شرکتم رو بندازم و آدرس سایت رو بنویسم. خب میام اینجا، من توی قسمت اینزرت میتونم راحت یه دونه ایمیج انتخاب بکنم و اینجا لوگو شرکتمون رو انتخاب میکنم و میذارم. خب لوگو رو که گذاشتم جاش رو هم درست میکنم. مثلا این گوشه بالا دوست دارم بذارم و کوچیکش کنم مثلا تو اینجا باشه. البته من الان شاید دقیق مثل همینی که پی دی افی که اینجا هست شاید در رایادش، چون دارم از اول میسازم دیگه، حالا اندازه هاش فرق بکنه و غیره. بعد میخوام آدرس سایت هم باشه که اینجا مینویسم www.diaco.com. یه مقدار بزرگترش میکنم و میذارمش زیر لوگو. خب این میشه عناوین ریپورتم. قسمت بعدی که تو گزارش ها اصولا باید رعایت بکنین اطلاعات کلی هستش. مثلا من اینجا اطلاعات کلی که دادم کل فروش هم هست، Total Sell Quantity، و میخوام Total Sell Quantity رو نشون بدم که آقا کلن چقدر فروش داشتم، چه تعداد فروش داشتم. خب کافیه که من فقط بیام اینجا تیک این رو بزنم، خودش خودکار میاد یه چیزی اینجا میندازه، حالا یه نموداری میندازه اینجا. این نمودار رو بخوام تغییر بدم مثلا به عدد تبدیلش کنم، بعد از ویژوالیزیشن اون چیزی که میخوام رو انتخاب بکنم. تو قسمت ویژوالیزیشن هستش، اینجا هستش که من میتونم نمودارهامو تعیین بکنم و شکل و شمایلش رو تغییر بدم. توجه بکنم اگر همین نمودار رو بخوام تغییر بدم باید حتما اینطوری سلکت شده باشه و دورش کات باشه. اگر آن سلکت باشه و این رو در واقع سلکت نکرده باشم روی این نمودارها بزنم، یه نمودار جدید اینجا میندازه. نها کنی یه نمودار جدید اینجا انداختش که حالا من این رو دلیت میکنم. خب ولی این رو میخوام تغییر بدم، چون فقط یک عدد هست مجموع کل کوانتیتی رو بخوام نشون بدم. توجه بکنین که اینجا من چه امکاناتی دارم. من هم واقعا نمودارها رو دارم. یکی هست اینجا به نام کارت، یه کارت من نشون میده، کارت حالا نشون میده به من که 215 کوانتیتی هستش مثلا داره نشون میده اینجا.
توجه بکنید وقتی کارت رو نشون داده توی قسمت پایین ویژوالیزیشن هم من امکانات دیگه ای رو دارم. مثلا اینجا کوانتیتی توی فیلد هستش، من فقط میتونم فیلد داشته باشم توی اینجا، و اینجا اگر این رو بزنیم میتونم به صورت سام هستش، یعنی مجموع رو نشون بده، میتونم بگم میانگین کلشون چقدر بوده، میانگین توی هر فروش رو اون وقت نشون میده به من. میتونم مینیمم ماکسیمم های اون ستون کوانتیتی رو تعیین بکنم. ببینین این کوانتیتی که زیگما داره اینجا، اگر بریم تو قسمت داده ها یک ستون هست به نام کوانتیتی دیگه، این ستون کوانتیتی من هستش. حالا اونجا مجموع هستش یعنی جمع کل اینها، اگه میانگین هست میانگین کل اینها، اگر ماکسیموم یا مینیموم هست ماکسیموم یا مینیموم رو توی این ستون داره میگیره و اینجا واسه من قرار میده. حالا من میخوام اینجا واسهش تایتل و نماش رو هم تغییر بدم. پس توی این قسمت فیلد من امکاناتی رو دارم که مربوط به اون ستون هستش، من از اوریج دوباره میبرمش روی سام. خب بعد توی قسمت مثلا فرمت میتونم فرمت و نحوه نمایش اون رو تغییر بدم، که حالا چیزهای مختلفی داره، مثلا جنرال داره به صورت کلی پوزیشنش کجا باشه و چیزهای دیگه که امکانات چون زیاد هست همش رو نمیتونیم بگیم دیگه. دیتا لیبل میتونم واسش تعریف بکنم. من چیزی که میخوام تایتل داشته باشه که به صورت کلی آف هستش، آنش میکنم و میگم که توتال سل کوانتیتی. این توتال سل کوانتیتی من هست که اینجا دارم من نشونش میدم، و حالا میتونم مثلا اینو وسط چین بکنم، سایزش رو بیشتر بکنم و رنگش رو هم مثلا بکنم همین آبی اگر خواستم که آبی نشون بده، و این چیزی هستش که میخوام مثلا به این شیوه کوانتیتیم رو بگه که آقا توتال سل کوانتیتی من چقدر هستش، و میارم مثلا این بالا نمایش میدم که آقا توتال سل کوانتیتی من اینقدر به صورت کل. مورد دیگه ای که جالبه واسه من بدونم اینه، این توتال سل کوانتیتی من در کل هستش، کل این ستون رو داره نشون میده دیگه، کل این ستون رو جمع کرده. شاید من بخوام به فقط تو یک سال ببینم چقدره یا تو یک ماه رو ببینم چقدر هستش، پس من لازم دارم فیلترش بکنم. من دو تا راه میدارم فیلتر کردن، یه دونه تو این قسمت فیلتر هستش که من این مثلا تاریخ رو بیام اینجا اد بکنم تو قسمت فیلتر هام و بتونم فیلترش کنم. آیا طرفی که داره از این فیلتر استفاده میکنه میتونه این فیلتر رو ببینه؟ بله، به شرط که این علامت چشم رو اینجا میبینی این هاید نباشه. اگر اینو انتخاب بکنه مثلا یوزر من، مدیر من انتخاب بکنه، اگر پی دی اف بش ندم، که حالا ما میبینیم چطور میتونیم اینو در اختیار مدیر بذاریم که مثلا به صورت پی دی اف نباشه، میتونه بیاد اینجا خودش فیلتر بکنه order date. اما خب شاید جالبتر اینطوری باشه که من یه حالت اسلایسر بذارم باسهش که اینجا بتونه بیاد طرف انتخاب بکنه و ببینه که چه تاریخهایی اومده. واسه این کار توی قسمت ویژوالیزیشن اول اون چیزی که سلکت هست رو آن سلکت میکنم که کل صفحه باشه، میام تو قسمت ویژوالیزیشن اینجا اسلایسر دارم، اسلایسر رو میندازم، زمانی که اسلایسر سلکت هست order date رو انتخاب میکنم و اینجا میاد توی فیلدش order date رو واسه من قرار میده. چون دیت بوده خودش خودکار اومده مثلا به این صورت نمایش داده، که شاید حتی از مال چیزی که از من قبل گذاشتم اینجا هم جالب تر باشه که به صورت مثلا بازه نشون بده. حالا اینو من میتونم نوعش رو اینجا سلکت بکنم، بیتوین داره، بیفور افتر داره، لیست داره، دراپ داون داره، ریلیتیو دیت داره، ریلیتیو تایم داره. چیزی که من اینجا داشتم به صورت لیست بوده که اینجا لیستی آورده اینا رو قرار داده. حالا من اینجا چون میخوام به این صورت سال باشه و اینجا یه دونه علامت داره که میتونم بزنم که به صورت ماه باشه، چی کار باید بکنم؟ من به جای اینکه کل order date رو قرار بدم این یکی رو باید قرار بدم، خب، و این رو حذفش میکنم. حالا که حذفش کردم این به صورت لیست اومده دیگه، نمیتونم به صورت اون حالت بیتوین و اینا رو داشته باشم، نوع نمایشش به این صورت هستش. اما اینجا راحت دیگه میتونم 2019، 2010 یا هر کدوم که میخوام رو سلکت بکنم.
حالا اینجا من یه سری ویژگی ها واسه اسلایسر هم دارم که میتونم تغییرش بدم. مثلا اینجا من فقط یک سال رو میتونم انتخاب کنم، در صورتی که من میخوام چندگانه باشه. سلکشن کنترلمو اگر انتخاب کنم، الان سینگل سلکتم آف هست، مالتی سلکتم آنه، در صورتی که کلید کنترل رو نگه دارم. یعنی اگر من کلید کنترل نگه دارم میتونم چند تا رو سلکت کنم که یه مقدار شاید ناجالب باشه. من اینو آف میکنم که اون وقت تحت این شرایط دیگه لازم نیست من کنترل کیبورد رو نگه دارم، میتونم هر کدوم که خواستم رو سلکت کنم. سلکت آل رو هم میتونم آن کنم که طرف اگر خواست همه رو با هم سلکت کنه راحت بتونه اینجا همه رو با هم سلکت بکنه. حالا توی اینجا توی گزارش هم هست سلکت آل. خب این دوتا رو آن کردم. حالا چیزه دیگه شو اگر خواستین تغییر بدین میتونین برین نگاه کنین و تغییر بدین، چیز خاصی نداره. خب الان توجه کردین دیگه، من اگر این 2019 رو سلکت کنم فقط واسه تعداد فروش 2019 رو داره نشون میده. اگه 2010 رو سلکت کنم فقط 2010 رو نشون میده. 2009، 2011 و 2012 همش با هم 215,000 تا هستش. خب حالا چیز جالب دیگه این هست که روند بین سالها رو ببینم. خب حالا من اگر بخوام پس این روند و بین سالها رو نشون بدم نمودار خطی لازم دارم. نمودار خطی اینجا داریم، یه دونه لاین چارت داریم که کافی روش سلکت بکنیم و وقتی که روش سلکت بکنیم یه نمودار خالی نشون میده و اینجا من میتونم محورهای نمودارم رو تعیین بکنم. کوانتیتی باید بیاد تو قسمت ولیوز بشینه. خب حالا توی آکس من یا محور من چی هستش؟ این محور پایینی من هستش که تاریخ رو میخوام داشته باشم. تاریخ رو هم به صورت سلسله مراتبیش رو میگیرم قرار میدم که میاد اینجا واسه من به این صورت به صورت خطی نشون میده. حالا من اینجا میتونم دریل کنم. چطور؟ ببین الان سال 2019، 2010، 2011 و 2012 رو داره. اگر بخوام بیام مثلا یه لول پایین تر چی کار باید بکنم؟ میتونم اینجا راحت go to next level رو بزنم. این go to next level فصل های مختلف رو داره به من نشون میده، اما واسه کل سالها. حالا من فقط سال 2019، فقط سال 2012 رو بخوام فصل بندیشو ببینم، اینجا میتونم سلکت بکنم که آقا فقط 2012 واسه فصلهاشو نشون بده. حالا اگر ماهیانه بخوام ببینم چی؟ کافیه که دوباره go to next level رو اینجا بزنم، ماه به ماه واسه من روند رو نشون میده واسه سال 2012. حالا سلکت آل رو بزنم واسه کل سالها ماها رو نشون میده که به چه صورت بوده. خب حالا میخوام برگردم به سال. توی نمودارم سال drill up رو میزنم که اول میره توی فصل، دوباره میره توی سالها رو نشون میده. اگر PDF بذاریم واسه مدیرتون نشون بدین که اون رو خودتون انتخاب میکنین چه گزارشی رو ببینه. اصلا گزارش فصلی داره میبینه، گزارش سالانه داره میبینه، ماهانه داره میبینه. اول میایین انتخاب میکنین و بعد PDF میکنین و میفرستین. اما اگر فایل رو شیر میکنین باهاش که توی کلاود پاور بی آی توی اینجا میتونین اون رو شیر بکنین، اون وقت خود طرف رو هم میتونه مدیرتون بیاد اینجا خودش تغییر هم بده. خب چیز دیگه‌ای که جالب بود این هستش که من هر محصولم رو تو چه طبقه‌ای و به چه اندازه فروختم که اینجا کاتگوری‌های محصولی دارم. خب بیام پس یه نمودار دیگه بندازم، میام اینجا پروداکت کاتگوری هستش، چک باکسش رو میذارم، خودش میاد یه نمودار میندازه که چون اینجا تکس بوده گفته بهترین چیزی که بندازم جدول هستش. جدول هم میتونه جزء گزارشتون باشه. خب من پروداکت کاتگوری رو دارم، میخوام تعداد فروشم تو هر کاتگوری رو ببینم که اینجا اومده واسه من تو هر کاتگوری گفته چقدر فروختم و مجموع کلش چقدر هست. حالا میتونین جدول گزارش بدین یا اینکه مثل من نمودار پای رو نشون بدین که من اینجا نمودار پای رو اگر این سلکت شده باشه انتخاب بکنم، میتونم نمودار پای این رو بندازم و توی گزارشم باشه. گزارش دیگه جالبی که بود این هستش که من بر اساس بخش بندی مشتری هام چقدر فروختم. خب یعنی مثلا کارپوریشن بوده، شرکت های بزرگ بوده، هوم آفیس ها بودن، کاستمر ها بودن یا کسب و کارهای کوچک بودن که از من خریدن. من بازارم بخش بندی کرده بودم تو این دیتابیس هم که میتونم کاستمر سلکشن رو انتخاب بکنم. کاستمر سلکشن رو انتخاب ببینید الان اشتباهی که من کردم چی بود؟ من نمودارم سلکت شده بود و بعد اومدم این چک باکس رو زدم که اومده در واقع پروداکت کاتگوری رو
اومده کاستومر سکشن رو اضافه کرده به نمودار قبلی من و نمودارم رو به هم ریخته. چک باکسش رو بر میدارم و بعد میام کل اینجا رو سلکت میکنم و دوباره این چک باکس رو میزنم که نمودار جدید واسه من بندازه، جدول جدید بندازه. و بعد کوانتیتی رو هم انتخاب میکنم و این رو به صورت دونات میکنم، نمودار دونات که قشنگتر نشون میده، که این رو هم میام اینجا این گوشه میندازم که بتونه کورپوریشن، هوم آفیس، کاستومر و اسمال بیزنس ها رو به من نشون بده. خب همینجا بیایم یه ویژگی دیگه پاور بی آی که جالب هست رو هم ببینیم. من رو میخوام گزارشم رو بر اساس در واقع کورپوریت ها ببینم، شرکت های بزرگ ببینم. میتونم بیام اینجا تو همین نمودار این رو سلکت بکنم. اگر توجه کنین الان اینو سلکت کردم، این نمودارها هم آپدیت شده، فیلتر شده و گفته مثلا تو روند سالانه فروش من به شرکت ها به چه شکل بوده، کم بوده، کمتر شده، خیلی کم شده، بعد یهو زیاد شده. چرا اینجا یهو زیاد شده، چرا اینجا یهو کم شده، که تو گزارش ها میتونم اونا رو مطالعه کنم و در بیابم که چطور بوده. و اینجا اومده در واقع انواع محصولاتی که به شرکت ها فروختم رو هم نمودار پایش رو فیلتر کرده و به من نشون داده که خیلی جالب هست و یکی از قابلیت های خیلی جالب پاور بی آی. خب من این رو اگر دوباره بیام رو کل نمودار سلکت کنم، آن فیلتر میشه و همه رو نشون میده. گزارش بعدی که واسه من جالب بود این هستش که آقا من چه تعداد تو هر ساب کاتگوری محصولات فروختم، یعنی بیشترین محصولی که فروختم واقعا چی بوده. حالا درسته که آفیس ساپلایر بوده، اینجا میتونم ببینم که بیشتر کاغذ فروختم. خب ساپلایر یعنی چیزایی که تامین کردم مصرفی بوده، فرنیچر یعنی اساسیه بوده که کمتر از همه فروختم. خب پس بیام اینجا تو پاور بی آی ام بیام پروداکت کاتگوری دارم که قبلا گذاشته بودم، پروداکت ساب کاتگوری رو سلکت بکنم و یه دونه جدول واسه من میندازه و بعد کوانتیتی رو سلکت میکنم که میاد اینجا کوانتیتی رو زیرش میندازه و مجموعش رو واسه من قرار میده. نمودار جالبی که میتونم ازش ببینم تری مپ هستش، چیزی که دارم میتونه یه حالت تری و درخت رو واسه من ایجاد میکنه و هر ساب کاتگوری رو میبینه به اندازه اون مربعات رو بزرگ و کوچیک نشون میده، میگه مثلا الان پیپر از همه بیشتر فروختی و بعد این رو فروختی و هر کدوم از اینا رو داره واسه من نشون میده. حالا من میخوام توی آفیس ساپلای که بیشترین تعداد فروش رو داشتم فیلتر کنم و بعد میاد اینجا میگه آقا این پیپر و این و این بودن که جزو آفیس پروداکت من هستن. حالا اگر بخوام در مورد مثلا فرنیچر ببینم چطور، میتونم فرنیچر رو اینجا سلکت بکنم، میبینم تیبلز و چیر هستش، آفیس فرنیشینگز هستش که فروش های من هست و این قسمت بیشترین تعداد فروش رو داشته و جالبه که روندش از سال 2009 که زیاد بوده کاهشی بوده. خب باید به علت رو در بیابیم که چرا اینطوری بوده. خب اینم از این. حالا گزارش بعدی جالب من این بودش که آقا تو هر استان چقدر فروختم و استانهای مهم من کدوم هستن توی آمریکای شمالی یا توی کانادایی که هستن. خب میام اینجا من پروینس رو انتخاب میکنم. ببینید باز دوباره این اشتباه رو کردم که نمودار من سلکت بودش، آن سلکت میکنم، کل اینجا رو اول سلکت میکنم و بعد میام پروینس رو انتخاب میکنم. پروینس رو که انتخاب کردم میاد چیزی که واسش انداخته مپ رو اومده تشخیص داده. این خیلی جالبه، خودش اومده تشخیص داده که آقا اینا استان هستن، چون بر اساس نیم استان ها اومده اینا رو تشخیص داده و خودش مپ رو انداخته واسه من. حالا اگر ننداخته بود اینجا مپ رو میتونم انتخاب بکنم. خب بعد میتونم کوانتیتی رو هم بهش اضافه کنم که میره توی سایز قرار میگیره و اینجا میتونه به من نشون بده که آقا تو هر سای تو هر شهر استان چقدر فروختم. اگر زوم کنم اینجا دقیق تر به من نشون میده، میتونم زوم اوت بکنم مثلا کل جهان رو ببینم، زوم این بکنم و جاش رو هم عوض بکنم و به صورت دقیق تر گزارشم رو واسه مدیرم بفرستم. خب این میشه یه گزارش اولیه توی پاور بی آی. خیلی ساده و سریع تونستم گزارش های خیلی جالبی رو بگم. حالا اگر میخواستم این رو توی اکسل انجام بدم
خیلی طول میکشید، خیلی زمان میگرفت از من. اونجا هم باید از پیوت تیبل ها استفاده میکردم، من گزارشات رو در میآوردم که خود پیوت تیبل ها هم شاید یه مقدار درست کردنش سخت بود، اما اینجا من خیلی راحت و سریع تونستم این گزارش رو تهیه بکنم. خب چیزی که ما زیاد در موردش هنوز صحبت نکردیم این قسمت هستش که من میتونم ویژگی های مختلف نمودارهامون رو تغییر بدم، از طریق فرمتش رو تغییر بدم، رنگبندیاش رو تغییر بدم، فیلدم رو اضافه و کم بکنم، دیتیل بهش اضافه بکنم، که انقدر این پاور بی آی هوشمند هست مثلا نیاز نبود زیاد با اینا درگیر بشم. اما اگر تو گزارش های بعدی نیاز شد خب هر کدوم از اینا رو هم میبینیم و در موردش صحبت میکنیم که چطور میتونیم مشکلمون رو برطرف بکنیم از طریق اینا. قسمت فیلتر یه قسمت جالبی هستش که ما اینجا میتونیم فیلترهای مختلف رو ببینیم که در موردش صحبت کرده بودیم. شاید من بخوام که مثلا میخوام مثلا یه امکان بدم به افراد که بر اساس اولویت هم فیلتر بکنن اینا رو، من میتونم اسلایسر بندازم باسش، یا اینکه میتونم مثلا بیام این پرایر ببینین، توجه کنیم من الان کل صفم سلکت هست، نمودار سلکت نیست، خب بعد این اولویتم اومدم انداختم توی فیلتر، حالا من میتونم اینجا سلکت کنم که کدوم رو ببینم و به چه صورت ببینم، خب اونایی که فقط کریتیکال بودن رو ببینم یا اونایی که های بودن رو ببینم یا همه رو ببینم، و این امکان رو با در نظر گرفتن هاید کردن و آن هاید کردن اون به کاربر هم بدم. یعنی اگر من این فایل رو شیر بکنم با مدیرم، مدیرم بتونه این رو ببینه و خودش فیلتر بکنه. بخاطر همین این رو میذارم آن باشه که هاید نباشه و اون خط تیره روش نباشه. حالا تو جلسه بعدی پابلیش رو با هم صحبت میکنیم که بگیم آقا ما چجوری میتونیم این رو پابلیش بکنیم که افراد مختلف بتونن بیان این نمودارها رو ببینن، بتونن فیلتر بکنن خودشون، بتونن دریل بکنن داخلش و حتی مثلا یه قسمت رو سلکت بکنن ببینن وضعیت یک بخش محصول چطور هستش و همه اینا رو با هم دیگه مشاهده بکنن، یا اینکه فقط پی دی اف بخوام بفرستم واسه افراد و فقط پی دی اف رو ببینن. ببینید من اگه یه قسمت رو فیلتر کرده باشم بخوام از این قسمت بیام بیرون چی کار باید بکنم؟ باید بیام روی همین نمودار دابل کلیک بکنم روی بیرون از این مساحت ها که بتونه کلش رو نمایش بده. خب این میشه تو این جلسه. پس تو جلسه بعد ما پابلیش رو میبینیم و اکسپورت کردن به صورت پی دی اف رو. ممنونم از توجهی که داشتین. تا جلسه بعد خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.